17 ژوئن 1972 فقط چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 5 نفر از ماموران سابق CIA مخفیانه به مقر کمیته ملی حزب دموکرات در هتل واترگیت واشنگتن وارد شدند تا با قرار دادن دستگاه‌های شنود در انتخابات دست بالاتر رو به جمهوری خواها بدن. مدتی بعد در نتیجه تحقیقات باب وودوارد و کارل برنشتاین، 2 تن از روزنامه‌نگارهای واشنگتن پست، این اتفاق علنی شد. خیلی‌ها فکر می‌کردند ماجراهای هتل واترگیت جزو خبرهای زرد روزنامه‌های سیاسیه. اما وقتی رئیس جمهور ریچارد نیکسون حاضر نشد برای شفاف‌سازی موضوع نوار مکالمات با اعضای ستادش رو تحویل کمیته قضایی کنگره بده، همه از یه رسوایی بزرگ صحبت کردند. کمی بعد با فشار مستقیم دیوان عالی نوارها به کنگره داده شد و مشخص شد شخص آقای رئیس جمهور در برنامه ریزی اصل داستان و سرپوش گذاشتن روی اون نقش داشته. کمیته قضایی 3 فقره جرم رو به نیکسون نسبت داد: سوء استفاده از قدرت، کارشکنی در امر اجرای عدالت و اهانت به کنگره. در نتیجه این رسوایی بزرگ که بعدها به واترگیت شهرت پیدا کرد، روز 8 آگوست 1974، 37 رئیس جمهور ایالات متحده برای جلوگیری از استیضاح خودش استعفا داد و از رأس قدرت کنار رفت. با این حال دامنه ماجراهای مربوط به واترگیت اونقدر گسترده بود که تبدیل به بزرگترین رسوایی تاریخ آمریکا بشه. اونقدر بزرگ که از نیمه دوم دهه 70 به بعد تبدیل به مقیاسی برای اندازه‌گیری شدت رسوایی‌های دنیا شد، به طوری که خیلی از پرونده‌های دیگر هم توسط رسانه‌های جهان با پسوند گیت نامگذاری شد. فرانک آندروود یه زمانی گفت مسیر قدرت با ظاهرسازی و قربانی فرض شده و این موضوع فوتبال رو هم در بر می‌گیره. داستان‌های فوتبال. بیستم نوامبر 1975، فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور مشهور، بعد از بیش از 3 دهه ایجاد اختناق و حکومت بر اسپانیا از دنیا رفت. اون خوان کارلوس اول رو به عنوان پادشاه بعد از خودش انتخاب کرد. 28 دسامبر 1975، فقط کمی بیشتر از 1 ماه بعد از مرگ فرانکو، هواداران بارسلونا خسته از محدودیت‌های عجیبی که ژنرال سابق براشون تعیین کرده بود، چندین هزار پرچم کاتالونیا رو به صورت مخفیانه وارد استادیوم نیوکمپ کردند تا در ال کلاسیکو اونها رو به رخ تیم محبوب حکومت بکشن. بازی که شروع شد، همه کسانی که پای تلویزیون‌هاشون نشسته بودن دیدن که ممنوعیت صحبت به زبان کاتالانی یا همراه داشتن علائم استقلال طلبانه در دوران فرانکو نتونسته طرفدارای بارسلونا رو بعد از چند دهه از آرمان‌هاشون جدا کنه. اونا هویت خودشون رو از یاد نبرده بودن. ملت خسته از دیکتاتوری، آزادی‌های بیشتر و قدرت تصمیم‌گیری می‌خواستن. پادشاه جدید اسپانیا هم که نمیتونست دوباره کشورش رو درگیر یه جنگ داخلی دیگه ببینه، زیر بار سلطنت مشروطه رفت تا مردم روز 15 ژوئن 1977 پای صندوق‌های رأی جمع بشن و اعضای مجلس قانونگذاری اسپانیا یا کورتس خنرالس رو انتخاب کنن. موج ایجاد دموکراسی در دوران پسا فرانکو خیلی زود خودش رو به ایالت کاتالونیا رسوند. کاتالان‌ها باید به دنیا ثابت می‌کردن که استقلال با دموکراسی تضاد نداره. اف سی بارسلونا که دهه‌ها ارتش غیررسمی نیروهای ضد فرانکو به حساب می‌اومد، پرچمدار این تحولات شد. اونا اعلام کردند از این پس رئیس باشگاه با رأی هواداران رسمی این تیم انتخاب میشه. یک نمایش اقتدار،
که پشتوانه این مردمی به مرد اول نیوکمپ میداد. از حالا به بعد جایگاه ریاست بارسلونا تنه به پست ریاست جمهوری دموکرات ترین کشورهای دنیا میزد و کسی که روی اون صندلی می نشست به صورت بالقوه گزینه آلترناتیو سلطنت بود. ششم می 1978 اولین دوره انتخابات باشگاه برگزار شد و جوزپ لوئیس نونیز به اریکه قدرت تکیه زد. نونیز با شکوه ترین دوره بارسلونا را ساخت. در مدت تصدی او، تیم‌های زیرمجموعه‌اش در رشته‌های فوتبال، بسکتبال، هندبال و اسکیت هاکی روی هم 176 جام آوردند. با این حال، افتخارات باعث نادیده گرفتن کارهای زیرساختی نشد. وقتی تعداد هواداران رسمی باشگاه از حدود 78,000 نفر به 106,000 نفر رسید، نونیز توسعه استادیوم نیوکمپ را آغاز کرد. کانون‌های هواداری از 96 مرکز در اسپانیا به 1,300 پایگاه در سراسر جهان گسترش یافت. مینی استادی یا استادیوم کوچک برای تیم دوم ساخته شد و در سال 1984 از موزه بارسلونا رونمایی شد. طرفدارانی که نسل طلایی دوره پپ گواردیولا رو دیدن، باید بدونن که تأسیس لاماسیا هم یکی از شاهکارهای جوزپ نونیز. با این حال، دوران حضور اون در رأس باشگاه بدون چالش هم نبود. سال 1997 وقتی نونیز باز انتخابات رو با پیروزی پشت سر گذاشت، گروهی به اسم فیل‌های آبی خواستار دادن رأی عدم اعتماد به مردی شد که دو دهه در رأس باشگاه قرار داشت. یکی از سران اصلی این حزب مخالف جوانی کم نام و نشون به اسم خوان لاپورتا بود. فیل‌ها اگرچه نتونستن نونیز رو از رأس قدرت پایین بکشند، اما در سالهای بعد تبدیل به بزرگترین مخالفان او شدند. لاپورتا و همراهانش اعتقاد داشتند حضور دو دهه‌ای در رأس بارسلونا جوزپ نونیز رو شبیه ژنرال فرانکو کرده، به طوری که حتی او یک ارتش غیر رسمی برای خودش داره. نوع رفتار مدیران هولیگانیسم رو گسترش داده و گروه‌های طرفداری خشونت طلب مثل بویژوس نویز قدرت بی حدی پیدا کردند. این هوادارها تیفوسی‌های افراطی به حساب می اومدن که خیلی‌هاشون با سرهای تراشیده روی سکوها درگیری ایجاد می‌کردند. اونا استقلال طلب‌های تندروی بارسلونا بودند. از طرف دیگه فیل‌های آبی ادعا می‌کردند سیاست‌های رئیس فعلی، خصوصاً در بحث دستمزد بازیکنان، باعث شده ستاره‌هایی مثل دیگو مارادونا، رونالدو، کریستو استویچکوف و لوئیس فیگو بارسلونا رو ترک کنند تا این باشگاه نتونه در مسابقات اروپایی با غول‌های بزرگ قاره رقابت کنه. بارسلونا با سیاست‌های نونیز در طول 20 سال فقط یک بار جام لیگ قهرمانان اروپا رو به خودش اختصاص داده بود، در حالی که تو همین مقطع لیورپول و میلان سه بار، ناتینگهام فارست و یوونتوس دو بار و حتی تیم‌های نچندان سرشناسی مثل استون ویلا، هامبورگ، ستاره سرخ بلگراد و استوا بخارست هم یک بار جام رو برده بودن. تلخ‌تر این که بارسا بجز سال 1992 که به مقام قهرمانی رسید، دو بار به فینال رفته بود که اول در سال 1986 به استوا بخارست رومانی باخت وقتی لوی فان خال در سومین سال حضورش به عنوان سرمربی روی نیمکت بلوگرانا نتونست جامی بیاره، فشار هوادارا اونقدر بالا رفت که نونیز رو مجبور به استعفا کرد. سال 2003 انتخابات ریاست باشگاه در شرایطی برگزار شد که حزب فیل‌های آبی هم با خوان لاپورتا در اون شرکت داشت. هیچ کس فکر نمی‌کرد با وجود لوئیس باسیت فیل‌ها پیروز رأی‌گیری باشند، اما لاپورتا با قول آوردن دیوید بکام به نیوکمپ و البته با حمایت‌های مالی یک تاجر جوان به اسم ساندرو راسل برنده انتخابات شد. اون زمان نه تنها خود لاپورتا شهرت چندانی نداشت، بلکه مدیران زیرمجموعه‌اش هم شناخته شده نبودند. هرچند به فاصله چند سال همشون تبدیل به نقش اصلی بزرگترین رسوایی های ورزشی جهان شدند. خصوصا کسی که اون روزا با مدیریت بخش بسکتبال تازه داشت سری تو سرا در می آورد. یه مدیر جوان به اسم جوزپ ماریا بارتومئو. The closer you are to the source, the higher your property value.
Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. مدیرای جدید بازسازی بارسلونا رو از بیرون استادیوم شروع کردن. لاپورتا مبارزه سختی با هولیگانیسم انجام داد تا شب بازی‌ها آشوب‌های خیابونی به حداقل برسه. بعد سراغ نیمکت مربیگری رفت و با آوردن فرانک رایکارد به جای رادومیر آنتیچ، دستن تیتو ویلانووا روی نیمکت سرمربیگری نیوکمپ، قطع شدن روند شکست ناپذیری‌های تیم و البته دو شکست تحقیرآمیز در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان مقابل بایر مونیخ یوپ هانکس، ساندرو راسل رو مجبور کرد ابتدای تابستان سال 2013 از روابط خوبش با برزیلی‌ها استفاده کنه و رونالدینیوی بعدی رو به نیوکمپ بیاره. اون فکر می‌کرد با آوردن نیمار میتونه جایگاه خودش رو بین هوادارا به سطح اسطوره‌های باشگاه برسونه، غافل از این که حتی آشیل اسطوره‌ای هم پاشنه‌ای داشت که باعث نگرانیش بشه. پاشنه راسل معاونش جوزپ ماریا بارتومئو بود. I almost pity him. He didn't choose to be put on my platter. When I carve him up and toss him to the dogs, only then will he confront that brutal, inescapable truth. My God, all I ever amounted to was chitlins. خرید نیمار تبدیل به پوست موزی شد که خواسته یا ناخواسته بارتومئو زیر پای راسل گذاشت. بعد از یه معارفه 56 هزار نفری در نیوکمپ، نایب رئیس باشگاه هزینه این انتقال رو 57.1 میلیون یورو اعلام کرد. ابتدای سال 2014 اما اسنادی درس کرد که نشون میداد هزینه های انتقال نیمار به مراتب بیشتر از عددهای اعلامی بوده. اینکه اسناد چطوری درس کردن رو کسی نمیدونه، اما در نتیجه این اتفاق ساندرو راسل مجبور به استعفا شد و بارتومئو طبق قوانین باشگاه بدون انتخابات ریاست بارسا رو بر عهده گرفت. دوران بارتومئو ماه عسل طرفدارای رئال مادرید. اون کارهایی کرد که هیچ کس تو کل ایالت کاتالونیا نمیتونه ازشون دفاع کنه. مثلا نیمار رو با یه قیمت سرسام‌آور به پاریس سن ژرمن داد و بعد برای جانشینی اون چند بازیکن درجه دو رو با قیمت‌های بالاتر از ارزش واقعیشون خرید. رئیس باشگاه پول به دست اومده از فروش نیمار رو تا پنی آخر خرج کرد، اما هیچ وقت نتونست یه جانشین واقعی برای شماره 11 سابق بلوگرانا پیدا کنه. در دوران جدید، بارسا چیزی حدود 1 میلیارد دلار خرج بازیکن‌هایی مثل آرتور، پاولینیو، مالکوم و کوتینیو کرد. اما هیچ کدوم از اونا نتونستن به شکل بلند مدت برای تیم بازی کنند و جانشین ستاره‌هایی مثل سوارز، نیمار، ژاوی و اینیستا بشن. علاوه بر این، بارسلونا زیر نظر بارتومئو وارد یک بحران اقتصادی تاریخی شد. یه هرج و مرج کامل که کسی مسئولیتش رو قبول نمی کرد. خیلی ها میگن بارتومئو جوری باشگاه رو اداره می کرد که انگار داره دیزنی لند رو اداره می کنه. اون دنبال جذب توریست بود. صندلی های وی آی پی بیشتری به ظرفیت نیوکمپ اضافه می شد. قیمت بلیط ها بالاتر می رفت و به این شکل طرفدارای قدیمی کمتر می تونستن وارد ورزشگاه خونگی تیم محبوبشون بشن. ظرفیت استادیوم با دلارهای توریستایی پر میشد که با منطق یه شب هزار شب نمیشه، حاضر میشدن قیمت بالای بلیط رو پرداخت کنن و در عوض برای اینستاگرامشون یه عکس با صندلی‌های آبی و اناری نیوکمپ داشته باشن. این موضوع تو بازی ال کلاسیکوی سوپرجام اسپانیا خودش رو نشوند. وقتی طرفدارای رئال به راحتی بلیت جایگاه‌های مختلف رو خریدن و با پیراهن‌های سفید به ورزشگاه رفتن. بارسا اون شب 12 میلیون دلار درآورد،
اما برتری خونگی خودش رو از دست داد. این مسائل حتی صدای ستاره‌های با تجربه تیم مثل جرارد پیکه و لیونل مسی رو هم درآورد. شماره ده محبوب نیوکمپ روبروی مدیران باشگاهی ایستاد و حتی تهدید کرد که قراردادش رو تمدید نمی‌کنه. تو دوره‌ای که بارسا بدتر از هر زمان دیگه این نتیجه می‌گرفت، یکی از مدیرا هم صدا با برخی حساب‌های کاربری مجازی انگشت اتهام رو به سمت بازیکنان نشونه رفت و اونها رو مسئول نتایج ضعیف تیم دونست. مسی هم در اظهار نظری علنی با اشاره به اینکه مدیرا باید مسئول تصمیمی که می‌گیرن باشن، گفت اگه کسی کمکاری می‌کنه اسمش رو رسانه‌ای کنید، چون در غیر این صورت به شایعاتی دامن زده میشه که صحت ندارن. فصل بدون جام 2019-2020 و البته تغییر 8 گله مقابل بایر مونیخ میزان درگیری‌های درون تیمی رو چند برابر کرد. با این حال، یه اتفاق همه چیز رو تحت تأثیر خودش قرار داد. ماجرایی که به رسوایی بارسا گیت شهرت پیدا کرد. پرونده‌ای که در آستانه انتخابات ریاست باشگاه با شکایت یک گروه هواداری به اسم دیگنیتات بلوگرانا راه افتاد و تبدیل به واترگیت بارتومئو شد. ماه فوریه سال 2020، شبکه رادیویی کادناسر اسپانیا پرده از یک فساد سازمان یافته و گسترده در بدنه مدیریتی باشگاه برداشت. بر اساس گزارش این شبکه، بارتومئو متهم شد که در اسناد حسابداری دست برده و از بودجه تیم 1,000,000 یورو به یک شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به نام i3 Ventures داده تا این مجموعه با حساب‌های کاربری ساختگی در شبکه‌های اجتماعی چهره آقای رئیس رو بین طرفدارا محبوب نشون بده. شرکت مذکور همچنین وظیفه داشت کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده ریاست باشگاه مثل خوان لاپورتا و بازیکنایی مثل مسی یا پیکه رو با هجمه‌های ساختگی در فضای مجازی روبرو کنه. اوضاع وقتی وحشتناک میشه که بدونیم در این پرونده 4 نفر دیگه از مدیران عالی باشگاه هم با اتهام روبرو شدن. اگرچه این اتفاق ضربه سختی به پرستیژ بارسلونا وارد کرد، اما برای هوادارهایی که می‌خواستند هر طور شده از شر بارتومئو و تیمش خلاص بشن، یه موهبت الهی بود. پلیس کاتالونیا به دفتر مرکزی باشگاه رفت و مدیران رو دست بسته برد. حتی گفته میشه بارتومئو مجبور شد شب رو در بازداشتگاه سپری کنه. President Bartomeu has been arrested today in Barcelona at his home first time this morning by the Catalan police. It has to do with the Barçagate case that a judge here in the Catalan capital is still investigating. Let's remember what the Barçagate was. It was the club Barcelona hiring another company, i3 Ventures, just to do a task on social networks. At the beginning, it was to increase the power of the image of Barcelona in those social networks. But step by step, little by little, we knew, thanks to an information from our mates from the Cadena Ser, that Barcelona was using those accounts in order to attack people that were not, let's say, friends with the former president Josep Maria Bartomeu. They even attacked Leo Messi and Gerard Piqué. President Bartomeu and the club have always denied that they knew what those social accounts were doing, and this is still being investigated. But they also were accused to pay a huge amount of money for those services, probably 3 or 4 times above the price of the market. So that is being investigated too, because there are possible things going on that have to do with corruption at the club. So this is why the police have arrested President Bartomeu. They have detained also 3 other members of his board. That is Oscar Grau, which was his CEO, Román Gómez Ponti, a member of his board also, and Jaume Masferrer, who was his right hand at the club. And many say that he was the one that had the idea of doing all the Barça gate. We'll see how that ends. They have been interrogating them. In fact, the Catalan police has entered also the Barcelona premises here, the offices they have at the Camp Nou just behind me, searching for every single document that could help them in that investigation. The investigation is still on, and we'll see how it ends and when it ends, when a judge says something about the Barçagate and how it implicates the club and former president Bartomeu and those members we just mentioned. در ابتدا بارسلونا با انتشار بیانیه‌ای گزارش‌ها را تکذیب کرد.
هرچند اونا تایید کردند که i3 Ventures یکی از شرکت‌هایی که به باشگاه خدمات میده، اما این سرویس‌ها از جنس پروپاگاندا برای شخص بارتومئو و مدیرانش نیست. این تکذیبیه چیز خاصی رو درست نکرد. دلیل دخالت پلیس احتمال فساد سیستماتیک و البته اختلاس مالی بود. گفته میشه بارسلونا 6 برابر قیمت بازار به i3 Ventures پول داده بود. بر اساس گزارش‌ها قرارداد بارسا با این شرکت 1,000,000 دلار بوده که به شکل اقساطی از طریق حساب‌های مختلف پرداخت می‌شده. بارتومئو و دوستانش در هر قسط مبلغی زیر 200,000 یورو پرداخت می‌کردند تا احتیاجی به تایید هیئت مدیره نباشه. جالب بدونید دخالت فیزیکی پلیس در پرونده بارسا گیت کمتر از یک هفته قبل از انتخابات ریاست باشگاه رخ داد. آیا میشه این رو اتفاقی دونست؟ اسمش کارماست؟ یا با یه نقشه انتقامی روبرو هستیم که از طرف لاپورتا سازماندهی شده؟ شاید الان نشه به طور قطعی جواب این سوال‌ها رو داد، اما هرچه بود بارسا گیت ضرر سنگینی به حیثیت باشگاه وارد کرد. نباید یادمون بره که این پرونده به طور مستقیم با قدرت گرفتن دوباره خوان لاپورتا مرتبطه. زمان نشون داد اونایی که روزگاری لاپورتا رو به چالش کشیدن باشگاه بارسلونا رو شبیه یه رستوران می‌دیدن. رستورانی که فقط زمانی اجازه داشت غذای خودش رو سرو کنه که آقایون سر میز نشسته باشن. بارسا و آرمان‌های کاتالونیا تا وقتی مهم بود که نفعی به اونها برسه و اگر قرار نبود چیزی سهم اونها بشه، نباید سهم هیچ کس دیگه هم میشد.